سلام بچه ها، من فرشادم و تو این ویدیو از فیلم یوتیوب میخوام در مورد چند تا از سوتی های وحشتناک سریال پوستشی رو سوالای بی جوابمون در مورد این سریال صحبت کنم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم ازتون میخوام اگه تا الان هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو بکنید و زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیو جدید گذاشتیم با خبر بشین و زودی بیاین ببینید. اگرم این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید که یه حمایت بزرگه برامه. خب سریال پوست شیر هم با همه بالا پاییناش بالاخره تموم شد و قسمت آخرش اومد و مفصل منم در موردش توی ویدیو صحبت کردم که لینکش رو واسهتون میذارم این بالا که اگه خواستین ببینین و نظرتون رو حتما بهم بگید که به نظرتون سریال خوب تموم شده یا نه. اما توی این ویدیو میخوام در مورد چند تا از سوتیای وحشتناک سریال باهاتون صحبت کنم که من یکی رو حسابی اذیت کرد. نمیدونم شما هم به چشمتون اومده، موافقین با من یا نه؟ حتما تو کامنتا بهم بگین، اونجا با هم صحبت میکنیم. اولین چیزی که تو ذهنمه در مورد همین قسمت آخره، همون اولش که نعیم و رضا پروانه دارن با هم صحبت میکنن. نعیم از رضا پروانه میخواد که بره واسش رضایت بگیره و اصلا هیچ جا اشاره‌ای نمیکنه که رضا پروانه چجوری رفت چجوری نرفت. سری سکانس بعدی میرسیم به اینکه رضایت‌رو گرفته و یه جورای پیچونده، یعنی انگار که فقط زودتر تموم شه برسیم به اون ته سریال. از این کارو زیاد کردن تو سریال و خیلی جاها اینجوری ولش کردن، حتی شخصیت رو ول کردن، داستان رو ول کردن، رفتن یه سمت دیگه و کار جدیدی نبود. حالا از این بگذریم، اینکه یهو ول میکنن کلاً داستان و میرسن به سکانس بعدی بدون هیچ توضیحی، موضوع دستگیر کردن بهروزه که خیلی خیلی منو اذیت میکنه، مخصوصاً قسمت آخر. من به شخصه نفهمیدم الان سر چه فکتی چه مدرکی رسیدن به این که باید بهروز رو دستگیر کنن و هم دستشه. میونه این همه هم دست احتمالی پلیس چجوری رسیده به بهروز؟ من نفهمیدم. اگه شما واقعا نکته رو گرفتین که چجوری بوده منطقی گفته تو سریال، حتما تو کامنت ها بگین من یکی رو روشن کنین. نکتهش اینه که یهو میرن خونه بهروز و بعد میگیرنش و زن و پسرش هم میگیرن، تهدیدش میکنن آره همتون رو میخوام بکنیم تو هلفتونی و مثل بنز انگار که به بهروز بگه کارگردان که بدو وقت نداریم میخوایم سریال رو تموم کنیم. درجا میگه نه من همه چی رو بهتون میگم، لو میدم. برگردیم به قسمت های قبل که پلیس میره پیش بهروز، از خودش، از زنش، پسرش، دختر کوچیکش بازجویی میکنن. همینجوری سرسری بعد میام بیرون میگن نه اگه منصور قرار بود لو بره انقدر ساده آدرس خونه رو بهمون نمیداد، رد میشن ازش سرسری. بعد الانم همین دم در خونهش دو تا کلمه میگن، طرف میترسه میره مخفیگاه منصور که همه چیزاشون تو بوده رو لو میده. این اند سوتی اصلا پلیس مسخره بازی تو این سریال، یعنی از یه ور میگیم که توی ممیزیا نمیذارن پلیس رو بد جلوه بدن، از یه طرف هم اینجوری. یعنی اگه یادتون باشه طرفدارای سریال خارجی باشین، سریال خانه کاغذی هم یه همچین موضوعی رو بهش گفته بودن که پلیس رو خیلی ساده نشون میده، اصلا پلیس مسخره است، خنگ اینا. به خدا پوست شیر زده رو دستش تو اون نسبت به اون سریال و ته خنگ واقعا سر این قضیه. نمیدونم چه جوریه، یعنی خانواده‌اش توی بازجوی اول هیچ کاری نکردن، خانواده بهروز، و توی بازجوی دوم توی 5 دقیقه همه چی رو لو میده. حالا اصلا چجوری دوباره رسیدن به بهروز من نفهمیدم. و حالا اینم داشته باشین که یه نقطه قوت سریال بازجویای معرکه محب بود از همه آدمای مختلف و اون بازجویا چیزایی بود که خیلی خوشمون میومد، همش منتظرین بودیم که محب چجوری از خود منصور بازجویی میکنه. خب بهروز هم یه توکپا میتونستیم بیارین آگاهی، محب یه 2 دقیقه بازجویی کنه، به خود تو 30 ثانیه اگه اینجوری بود همه چی رو میکشید بیرون. این یه نکته بود که خیلی خیلی منو اذیت کرد. نکته بعدی کش دادن قضیه گربه است تا قسمت آخر. یعنی ما جای چنگ رو دیدیم، تو بازجویی اول رسول میاد اشاره میکنه به جای چنگ و هیچ کس پیش رو نمیگیره. تو تئوریا ما بیننده رسیدیم به خیلی چیزا که جای چنگ ساحله، شاید جای چنگ دست شیرین رو کشته، نه همون گربه است که میخواسته بهش غذا بده، ولی کش میده هی فکرمون رو میبره سمت چیزای دیگه که نه این چیزی نیست. بعد ته سریال هم با همون یه مدرکی پیدا میکنن برای منصور، همون داستانو زودتر هم بیاریم است. و نکته بعدی برای وقتیه که منصور رو میگیرن، مدرک پیدا کردن واسه اینکه منصور رو گیر بندازن، یکیش اون حرکت خیلی فوق حرفه‌ای رسوله که میره از بقال محل سوال میپرسه، بعد بقال محل میگه من چهرهشو ندیدم، هر وقت میومد خرید میکرد تو ماشین بود، به من کارت میداد، من وسایلشو میبردم میدادم بهش. خدایی دیگه، یه چیز مشخصه که آقا تو میری وقتی از طرف یه سیمی
میگیری وسایل رو میدی، مگه میشه چهره یارو رو نبینی؟ یه خورده این همه که فکر کردین در مورد چیزای مختلف پیچیده کردین سریالو، این سکانس هم میتونستین پیچیده کنین، نمیتونستین هم میتونستین حذفش کنین. اینکه نمیدونم الان بریم پیش بقال آمارشو در بیاریم آیا دیده ندیده، مسخره است، اصلا نباید میبود. حالا بذار اینو کنار، اینکه طرف رفته تا دم در ماشینش نیده، بعد از اونور نگهبان قبرستون طرفو دیده، منصورو چشاش هم میدونه رنگش آبیه، بعد اینی که انقدر بهش نزدیک شده اصلا هیچ خبری نداره، نمیتونه تشخیص بده. و از اونور میره رسول دوباره یه کار حرفه‌ای میکنه، میره پیش سجاد. دنبال کی؟ دنبال فرشاد عرب فروش، تنها کسی که میتونه پرونده رو حل کنه، یعنی پلیس دستش به هیچ جا بند نیست، قراره فقط از طریق این فرشاده به نتیجه برسه که آیا فرشاد میتونه منصور رو بشناسه یا نه. بعد پلیس میره پیش رفیقش، رفیقش میگه رفته ترکیه، پلیس هم قبول میکنه، میگه آفرین دست درد نکنه که راستشو گفتی، خدافظ. یه به پا نمیذاره واسه این، یعنی تو کل سریال پلیس احمق ترین گروهیه که داریم، یعنی همه چیو که بذارین کنار هم میرسیم به این که منصور ذره زرنگ نبوده که همه اینا رو بخواد بپیچونه، پلیس به شدت احمق بوده که نتونسته به نتیجه برسه، یعنی شبیه تاموجری شده که سر چیزای مسخره همدیگه رو گیر مینداختن میزدن تو سر و کله هم، اینم هم همینه. پلیس یه بچه 5 6 ساله است که خیلی راحت میشه گولش زد. این به کنار، نکته بعدی که باز دوباره میشه منصور رو گیر انداخت، نه همدست ساده شو یعنی بهروز رو گیر انداخت. آقا منصور مگه تو زندان نیست؟ یه ماشین میدن به جلال اینا، بعد رضایتشو پس میگیره، مادرش سری میاد رضایتشو پس میگیره، میفهمن یه همدستی داره دیگه. رضا پروانه از رو تخت بیمار استان بلند میشه، میره اونور ماشینشون رو میبینه، تبریک میگه، بعد پلیس نمیفهمه که به اینا باج دادن. خب کی باج داده؟ یه بهروز وردو ببر دوباره یه 30 ثانیه موهب بازجوش کنه، آمار همه چی در میاد دیگه. پلیس اصلا پی اینو نمیگیره که آقا این باج گرفته، ماشین نو داره، فلان داره، پولش از کجا آورده، یعنی همه چیو میذاره که من ندیدم، من نفهمیدم. منصور خیلی زرنگه، نه هیچ زرنگی هم نداشته. و یه چیز دیگه هم که میخوام بهتون بگم که کلا حالا پلیسو که حکه خودش کرده، قانونم کلن پیچونده. مگه نعیم سر قتل نریمان رضا و صدرا بهش کمک نکردن؟ آقا طبق قانون حکم میشکنه، اصلا نمیرسه به این که نمیدونم این باید اعدام شه، همه حکم مال اینه. رضا پروانه چجوری راست راست داره میچرخه، صدرا چجوری داره راست راست میچرخه، یعنی همه اینا رو میپیچونه میذاره کنار، هرچمخ یه بارم میارتشون و یه داشمشتی و لوتیگری میکنه و تمام میشه میره پی کارش. یعنی عملا قانون یه چیز دیگه است، اینا تو یه کشور دیگه انگار. یه نکته آخرم مونده میخوام بهتون بگم، اونم کلی ابهام و سوالیه که واسمون تو طول سریال به وجود آورده ولی واسه هیچ کدومشون هیچ جوابی به ما ارائه نداده، یعنی سریالو پیچیده کرده و این باعث میشه من بیننده، شمای بیننده بشیم ببینیم که این تاش چی میشه، این شخصیته چیه، این چیکار میکنه، این نتیجهش چی میشه. همه رو ول کرد، یعنی تاش رسید به منصور که نعیم میاد منصورو میکشه و تمام. این وسط بهزاد چی شد؟ اصلا بهزاد یه چند تا اومد و خیلیو فکر کردیم که ممکن اصلا این یه کاری باشه و یه داستانی درست کرده باشه، هیچی به هیچی، کلن حذف شد. صدرا از یه جایی بعد کلن کمرنگ شد، میومد یه دوتا خط دیالوگ میگفت میرفت. لیلا همین، زن پروانه که هیچی، اصلا حذف و حذف بود قشنگ. و نکته بعدی اینه که یه موضوع مهمی مثل قاتل درختی میاره و هی میرسیم به اینکه خب منصور همونه، این دوتا به هم ربط دارن، محب وصل میشه به نعیم، نعیم سر داستان قاتل درختی میاد تو داستان و اصلا هیچی به هیچی، اینم میره کنار و فقط ما هی فکر میکنیم که یه موضوعی هست، یه تئوری داره پشتش، میخواد ما رو به یه چیز برسونه با این چیزا، ولی یه سری ابهامات میاره توی سریال، توی داستان، ما هی درگیرشیم و تاش هم هیچ جوابی نمیده. نکته بعدی نفوذی پلیسه، میان اشاره میکنن که آقا یه نفوذی تو پلیسه و تا آخر سریال تا معلوم نمیشه بوده نبوده. آقا حداقل بیا بگو به این چه رسیدیم که نه نفوذی در کار نبوده، یا بوده خیلی کاری نداره که دو تا سکانس بگیر آقا نفوذی هم اینه، گرفتیمش تموم شد رفت. واسه چی اصلا میگی وقتی قرار نیست یه موضوعی حل بشه گفتنش تو سریال چه کمکی میکنه جز اینکه ما رو سر کار میذاری دیگه. و یه موضوع دیگه، دیالوگ شیرین توی تیزره، اگه یادتون باشه واسه معرفی این شخصیت دو تا دیالوگ در اومد که همه درگیرش بودیم، اصلا سر این میرسیدیم به این که نکنه مثلا همدست منصوره یا به هر حال یه نقش خیلی مهمتری داره، اصلا دیالوگ پخش نشد. و اینجا قطعا میرسیم به این که سریال احتمالاً سانسورای زیادی هم داشته و یه جایی یه چیزایی کلن حذف شده و من به شخصه خب ناراحت میشم. خیلی جاها این اتفاق افتاده، خیلی از سریالا نابود شده، یکیش برادران لیلا که طرف دیگه بیخیال اون سود مالی شد و سریالو همینجوری مفت داد بیرون واسه همه که همه بدون سانسور ببیننش. ای کاش
یه جوری بشه که واقعا این حداقل سانسور چیا بیخیال شن، واقعا اون چیزی که تو ذهن کارگردان نویسنده است و تر و تمیز و کامل ببینیم که همچین اتفاقایی نیفته. در کل من یکی پوستشی رو دوست داشتم. من جزو اونایی ام که میگم پایانش پایان خوبی بود. سطح انتظار شاید خیلی خیلی رفت بالا که نباید میرفت، باید منطقی بهش فکر کنیم به نظرم. حتما هم شما نظرتون رو به هم بگین، هم در مورد پایان سریال، هم اگه سوتی از زیر دستم در رفته به هم بگین، توی کامنت ها بنویسین، در موردش با هم دیگه صحبت کنیم. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین یادتون نره حتما لایکش کنین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.